به نام اندیشه انسان، به نام آزادی، آزادی انسان و به نام ایرانی اندیشمند و آزاد اندیش امروز. درود به بینندگان عزیز و نازنین تلویزیون اندیشه و بینندگان برنامه اندیشه و آزادی. من دکتر نادر آزادراد هستم و امروز درباره اندیشه خدای باوری یا اندیشه انسان در خلاقیت فرا انسانی به نام خدا صحبت خواهیم کرد و بحث سر اینه که چگونه انسان خدا رو پیدا کرد یا آفرینش انسان، ببخشید، یا آفرینش خدا اولین بار در تاریخ چه زمانی اتفاق افتاد. پاره از روانشناسان بر این باورن که انسان به علت نیاز به فرا خود یا فرا سوی خود کانسپتی به نام خدا رو در حقیقت در اندیشه خیش آفرید که جبرانی باشه بر ناتوانی ها، ناآگاهی ها، ترس ها و حقارت خیش. اما فلاسفه معاصر بر این باورند که آفرینش چنین کانسپتی در ناخودآگاه انسان نه تنها انسان رو در حقیقت از عقده حقارت نجات خواهد داد، بلکه مزیدی بر اراده معطوف به قدرت او و بینش آفرینش او با خلاقیت موجودی به نام خدا یا به قول نیچه دروغی به نام خدا در حقیقت قدرت پرواز انسان رو خواهد گرفت. خدای باوران در ادیان مختلف درباره خدا تعاریف بسیار زیادی کردن. من حدود 25 سال پیش اولین کتاب و آثار خودم رو به نام سیمای خدایان درباره معنا و تعریف خدا در جوامع مختلف، تمدن‌های مختلف مورد بحث قرار دادم و اتفاقا کتابی بود بسیار پربیننده و نایاب شد و تصمیم دارم مجددا این کتاب رو تجدید چاپ کنم با تجدید نظرهایی در اون. واقعیت اینه که دیدگاه پیام‌آوران و ادیانی که خدا باور هستن یا بر مبنای به اصطلاح گاد سنتریسم یا خدا مرکزی حرکت کردن در رابطه با خدا و انسان در حقیقت تعاریف متعدد گاهی متناقض و متضاد دادن. خیلی روشنه در پاسخ این سوال که رابطه خدا و انسان و انسان با خدا چیست در مذاهب. در تورات به صراحت میگه در سفر پیدایش در آیه 26 که خداوند بالاخره تصمیم گرفت انسان رو بیافرینه و انسان رو به شباهت خیش آفرید و این انسان به شبیه خداوند و یا خداوند به شباهت انسان در جنسیس و در بسیاری از کلام پیام‌آوران بعدی قابل رؤیت، قابل مشاهده است. اما ادیان بعدی تعریف متعددی دادن. سوال اینجاست که اگر واقعا خدای تورات یا خدای یهود و خدای اسلام و خدای مسیحیت یکیست، چگونه است که تعاریف بسیار متناقضی مطرح کردن؟ خب در تورات میگه ما خدا رو به شبیه خود آفریدیم، ببخشید خدا میگه انسان رو به شباهت خیش آفریدیم. اما در قرآن سوره شورا سوره 42 آیه 11
میگه نخیر لیس که مثل او شی الذی لیس که مثل او شی، خدا کسی را شبیه خود نیافریده، یا هیچ کس به شباهت انسان نیست. یعنی با این گفته کاملا با کلام تورات میدید، وقتی صحبت از تورات میکنیم یعنی پنج کتاب اصلی که به روایت و با قول یهودیان پنج کتابیست که در کوه به موسی دیکته شده از طرف خدای موسی یهوه. در مسیحیت وقتی که حواریون از مسیح سوال میکنن که این خدای پدر یا پدر آسمانی چگونه شباهتی است، چه شکلی داره، چه شکل و شمایلی داره، خیلی به حضرت مسیح در کتاب جان یوحنا میگه که شما منو نگاه کنید، خدای خدا رو دیده اید، یا با مشاهده من پدر را دیده اید. یعنی در حقیقت این وسط راه عیسی نقش خدا رو ایفا میکنه و خودش رو به نام خدا یا به جای خدا معرفی میکنه. تا اینجا مشکلات بسیار زیادی باز هست در مطالعه در متون مذهبی، نشون میده که جایگاه انسان و ارتباط انسان با خدا، در حقیقت اگر همه خدایان یا خدای همه ادیان ابراهیم یکیست، کلام چرا اینقدر فرق داره، یه بحثیست که بعداً روش صحبت خواهیم کرد. اما از یکی از نواندیشان مذهبی که خیلی روی مذهب هم کار کرده و در خارج از کشور هم کتاب هایی بسیار متعددی داره، من سوال کردم که فرق بین بت و خدا چیست؟ آیا فکر نمی کنید که خدا هم یک نوع بتیست؟ منتها یک نادیده بت، یک بتی که قابل دیدن نیست. گیرم که در آغاز به اصطلاح آفرینش کانسپتی به نام خدا به وسیله انسان، سیمبول هایی به شکل انسان یا حیوان ساخته می شده و اینا در حقیقت خدایان اساطیری محسوب می شه و مورد پرستش و تقدیس و احترام قبایل اولیه بوده. عده از محققین بر این باورن که اساسا خداشناسی و خدای پرستی مقوله است مربوط به دوران ما قبل تاریخ و امروز انسان نه نیازی به خدا داره، نه به پرستش خدا داره، و نه اینکه آزادی و تعقل و شعور خودشو تا این حد در قید و بند مفهومی به نام خداوند مهار کنه. بدبختی اینجاست که تصوف در ایران و صوفیگری در ایران و حتی مولانا جلال الدین که مقام بسیار رفیعی داره در عالم عرفان، کوشش میکنه که با تحقیر شعور انسان و عقل انسان و خرد انسان در حقیقت خرافه هایی رو که در شریعت مطرح شده این رو به خورد بده. و دریغا که نو اندیشان دینی هم در حقیقت با استفاده از دیدگاه های مولانا بر پایه تحقیر عقل‌گرایی و خردگرایی انسان کوشیدن. مثلا در سوره اسراء آیه 44 آیه است که میگه تمام درختان، موجودات، سنگ‌ها، کوه‌ها خداوند رو ستایش می‌کنن. از دیدگاه روانشناسی رشد یا development psychology، این که ما بپذیریم یا تصور کنیم که سنگ خداوند را ستایش میکند، یک نوع در حقیقت تفکر انیمیزم هست که مربوط به دوران ابتدایی بشره. در کودکان در مراحل رشد فکری و رشد تعقل در مراحل اولیه بچه ها این حالت جانپنداری رو دارن. خیلی مثال زنده میتونم بزنم. دختر خود من وقتی که یک سال یا زیر دو سال بود، سر سفره غذا مقداری مواد غذایی رو سیپ میکرد و
وقتی بهش گفتیم که خب دختر جون اینا رو برای چی برداشتی از سفره؟ گفت میخوام ببرم برای عروسکم، چون عروسکم به غذا احتیاج داره. و رشد به اصطلاح عقلی یک کودک یک ساله، یک ساله نیمه تو دو ساله تصور میکنه، یه حالت جانپنداری کودکان است که تصور میکنه عروسکش به مواد غذایی احتیاج داره، کسی صدا نکنه که عروسکش به خواب بره یا عروسکش رو در نمیدونم گهواره بذاره تکون بده که به خواب بره. درست این حالت جانپنداری رو شما در کودکان میبینید و مشابه این رو در انسانهای پرمیتیو آقای یکی از جامعه شناسان لهستانی، لهستانی الاصل که کار مردم شناسی رو در گینه نو انجام داده بود، در بین قبایل عقب مانده گینه نو این حالت جانپنداری رو در افراد قبیله میدید که در هنوز بقایای این جانپنداری حضور داره. حال این آقای نو اندیش مذهبی کوشش میکرد بگه که بله ما انسانها شعور نداریم، نفهمیم، دیده بصیرت نداریم، صدای نیایش سنگ رو موقعی که خداوند رو ستایش میکنه و مولانا میگه شما نامحرمید به صدای سروش مناجات اشیاء و پرندگان و درختان و گیاه. یعنی ملاحظه بفرمود زیر پرتو خداشناسی تا انسان تا چه اندازه تحقیر میشه. و بنابراین باید تو حدودی وقتی کار ستایش و تحقیر انسان به اینجا میرسه شاید باید به فلاسفه معاصر مثل فیودر باخ، مثل هگل، مثل نیچه حق داد که به خاطر دفاع از حرمت خرد انسان و تعقل انسان و پرواز انسان و اندیشه انسان خرافه‌ای با این گونه تعاریف در کتب‌های مذهبی باش روبرو شد و به طور جدی مورد بحث و گفتگو قرار داد. حالا بگذاریم از این که نکات ضعفی که در ادیان در ارتباط با تعریف خداوند هست و هیچ کدام از این کتاب‌ها و هیچ کدام از پیغمبران یک تعریف دقیق و متحد شکلی از خداوند ندادن. درباره صفاتش صحبت کردن، درباره کرامتش، قدرتش، تواناییش، شنواییش، اما اینکه خود این خدا چیست تعریف درستی داده نشده. در این راستا یه عده از محققین، یه عده از دانشمندان دیگه کوشش کردن از راه‌های دیگری به تعریف خدا و وجود خدا و معنای به اصطلاح خداشناسی بحث جدیدی رو بیارن. خب یکی از این آقایون آقای دیپاک چوپراست که در آثار خودش مطالب بسیار جالبی رو مطرح کرده. البته اونهایی که خدا ناباور هستن مثل ریچارد داکین اساسا تمام این حرفا رو تلاش مذبوحانه انسان برای آب به آسیاب به خرافات ریختن میدونیم. ولی خب ایشون در کتابش در ارتباط با خدا و انسان که خدا حافظ انسان هست، خدا قادر متعال هست، خدا باعث آرامشه، خدا ناجی نجات دهنده است، خدا خالق و از این نوع بحث ها در صحبت ها شرطی که اگر لازم باشه در برنامه آینده بهش بحث خواهیم کرد. اما این که به راستی بعضی از دوستان مطرح میکنن که ما به بحث خدا کاری نداشته باشیم، بریم سراغ اون گروه و یا اون دسته‌ای که به نام خدا و به نام دین از طرف خدا و یا شریعت از طرف خدا مردم رو کنترل کردن و آزادی‌های طبیعی انسان رو در حقیقت مهار کردن. این یکی از تظلمات بزرگی است که به نام خدا انسان تا این اندازه حتی اجازه نوع لباس پوشیدن رو نداشته باشه در این عصر. و امروز در برنامه امروز ما مهمانی داریم که در ارتباط با خداشناسی از دیدگاه غیر مذهبی از ایشون سوالاتی خواهیم کرد و ایشون به این سوالات پاسخ خواهند داد. دوست عزیز ما آقای خاتمی خیلی به برنامه خوش آمدید.
من میدونم که شما برنامه هایی دارید در رسانه ها. خود بنده هم یکی چند مرتبه شرکت کردم و لذت بردم از فرمایشاتون و ما در این برنامه سوالاتی داریم از شما که امیدوارم برای بینندگان ما توضیح بدید. خیلی متشکرم. من هم سلام و درود میفرستم خدمت همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن و میشنون و امیدوارم که بتونم تا اون اندازه که فهم و درک خودم بهش رسیده با لطف جهان و این هستی، حالا هر چی که شما اسمشو میخواید بگذارید، بتونم ارائه بدم. آقای سعید حاتمی یک مکتبی رو در حقیقت دنبال میکنن یا یک فلسفه رو به نام وحدت نوین جهانی. البته من ازشون سوال کردم که فرق بین وحدت نوین جهانی و وحدت عالم انسانی که در دیانت بهائی جز شعار اولیه اونهاست چه مشابهتی است، ایشون اصلا توضیح خواهند داد. و بعد ایشون در ارتباط با خدا و ابزار شناسایی خدا چه وسیله رو به کار میبرن و آیا شما برای شناسایی به قدرت احساس انسان، درک انسان و تعقل انسان تکیه میکنید یا مثل صوفی ها برای درک خداوند انسان قاصر و ناتوان و شعورش و عقلش به درد مثلا ایمان صوفیه نمیخوره؟ صحبت هایی که مولانا داره و یا آقای امام محمد غزالی که اساسا فلسفه و اندیشه های فلسفی رو مباین میدونه، مغایر میدونه با ایمان و شریعت الهی و پیام الهی. این مسئله پیام الهی و شعور انسان و اندیشه انسان یه بحث بسیار جالبی است که ما در طول برنامه با استفاده از مکتب های مختلف و فلسفه های مختلف و دعوت از افراد زیرصلاح کوشش بکنیم برای بالا بردن شعور و آگاهی مردم، حداقل پیرامون کانسپتی به نام خدا. و بعد اهمیت آزاد اندیشیدن انسان و اصالت تعقل، ما بحث رو دنبال خواهیم کرد. ارشد که آقای سعید حاتمی شما به من بفرمید که آیا برای مخصوصا تعریف خدا در منظر و در دیدگاه مرام شما و یا فلسفه شما چیست؟ با اجازه مافوق‌ترین نیروی قدرت و عظمت، عرضم به حضور شما که توی فرمایشاتون که اون چیزی که به من مربوط میشه چند مورد رو پرسش کردید که من اگه اجازه بدید اول به اونها بپردازم. فرمودید که وحدت عالم انسانی و وحدت نوین جهانی. به هر صورت عزیزانی که باور به دین بهایی یا مرام بهایی یا هر اسمی که شما میخواید یا عزیزان روش بگذارن، من زیاد آگاهی و اشرافی ندارم. در نتیجه باوری که اونها دارن، اینجوری که شما میفرمایید وحدت عالم انسانی، آنچه که وحدت نوین جهانی بهش میپردازه این نیستش که فقط همه انسانها با هم وحدت پیدا بکنن، چون که تمام این جهان لایتناهی که نه ابتدا داره و نه انتها داره، تمام اجزای اون به هر آنچه که درش هست مثل زنجیر به هم وصلن و وحدت دارن و انسان یک قسمت بسیار بسیار جزئی و کوچکی از کل این عالم لایتناهیه. پس اینکه باور ما بر این هستش که همه این اجزا در این هستی وحدت با هم دارن، نه فقط انسان ها. مطلب بعدی که اشاره فرمودید اینه که به اصطلاح ابزاری که به کار میبریم. اصولا انسان هر چیزی که میخواد درک بکنه به ابزار احتیاج داره. اگر ابزار بینایی شما نداشته باشی، درک نور براتون خیلی به اصطلاح
الان امکان پذیر نیست. یا ابزاری به نام شنوایی نداشته باشید، اصوات رو نمیتونید شما درک بکنید. وحدت نوین جهانی در کتابی به نام مکانیزم آفرینش 21 حس رو فعلا، در صورتی که این حواس خیلی بیشتر از این خواهد بود، ولی فعلا در شرایط حاضر 21 حس رو معرفی کرده به عنوان ابزاری که توی وجود ما هست و با استفاده از اونها ما میتونیم درک از این عالم داشته باشیم، که خیلی مفصله و شاید به بحث امروز ما نرسه. و بحث شما رو اشاره کردید بازم توی صحبتتون به شعور انسان، یعنی شعور موضوع شما پیرامون اندیشه انسان و شعور انسان چیست. اگر فکر کنید برای درک کانسپتی به نام خداوند لزوماً این است که ما با نیروی فراسوی عقل داشته باشیم تا به این درک نائل بشیم، یا اینکه مثل اهل تصوف، البته همشون نه، گروهشون معتقد هستن که ایمان و درک ایمانی لزوماً درک خردگرایی نیست، یا خرد و شعور انسان راهش با ایمان متفاوته. من این مسئله رو هنوز نفهمیدم که چطور میتونیم ما شعور و خرد انسان رو تعطیل کنیم و بریم به دنبال یک تصوری که در شعور نمی گنجه ولی در تخیلات یک صوفی جایگاه خودش داره. به هر صورت هر چیزی رو که شما خارج از این وجود خودتون میخواهید تاییدش بکنید، به وسیله ابزار و حواسی که دارید میفرستید به محکمه‌ای به نام عقل، و تا عقل اون رو تایید نکنه شما آرام نخواهید گرفت. در نتیجه قطعا ما به عقل خیلی اهمیت میدیم و آنچه که میخواهد به درک اون قضیه برسه حتما باید مهر تایید عقل بهش برسه. اینی که تاکید داریم به عقل. و اما شعوری که شما اشاره فرمودید، ما باورمون بر این هستش که تمام موجودات آنچه که در این هستی هست شعور خواهند داشت. شاید این شعورش در حد مقایسه‌ای که ما با شعور خودمون مقایسه میکنیم کمتر یا بیشتر باشه. اصولا انسان چون قیاسی هستش و هر چیز رو به صورت مقایسه میخواد ارزیابی بکنه، مثل بزرگ بزرگتر، کوچیک کوچیکتر، سنگین سنگینتر، هر چیزی رو که میخواد بهش بپرازه به صورت اتوماتیک به صورت قیاسی شروع میکنه اینها رو ارزیابی کردن. اینه که شعور فقط مختص خود انسان نیست که ما بگیم که ما فقط شعور داریم، چون تو فرمایشتون اشاره کردید. بله. من این سوال کلی از شما دارم. به گمان شما از اینکه خدا رو ما بشناسیم یا نشناسیم چه تأثیری در زندگی شخصی یا در زندگی انسان خواهد داشت؟ ببینید، اول بایسته که ما یک واژه‌ای به نام خدا رو مطرح میکنیم ولی به اصل و تعریف و ماهیت اون نمیپردازیم. در نتیجه فقط میگیم خدا. و انسان از اون روز ابتدایی که به اصطلاح خلق شده همیشه به دنبال یک گمشده‌ای بوده و آنچه که خودش میاندیشیده و برنامه‌ریزی میکرده میدیده که یک جایی انگار که یک عامل دیگه دخالت داره و به دنبال اون گمشده خودش بوده و هنوزم هست. هنوزم شما ملاحظه میفرمایید انسان نمیتونه دست رو دست بگذاره و دیگه کنکاش نکنه. سیر تحول خداشناسی رو اگه بهش بپردازیم میبینیم که هر کدوم از این افراد بر اساس آگاهی و دانش و شعور و توان مکانیزم خودش در سیر تاریخ اینها رو نامگذاری کرده، نه اینکه اونها شعوری نداشتن و اون گمشده رو نمیتونستن به اصطلاح عنوان بکنن، مورد سوال و پرسش قرار میگرفتن که شما که میفرمایید اون گمشده به اصطلاح تا حدودی بهش پرداختید به چه صورتی هست، از اون یه تصویر یا یه نمونهی میخواست ارائه بده. میگم اون گمشده که من تصور میکنم فرزند در زمانهای خیلی خیلی قدیم، میگفت این گاوی که میبینید داره شیر به من میده، تغذیه من از این عمل انجام میشه، گربای من، لباس محافظت من اون گم، چون از اینه پس این خیلی به اصطلاح توانایی داره
و اون گمشده من باید حتما یه چیزی مثل این باشه، ولی خب خیلی خیلی بزرگتر، یعنی یه گاو خیلی بزرگی. توی ایمیج خودش، تو تصویر خودش، اون گمشده رو یه گاو میدید. در نتیجه به این گروه به عنوان گاو پرست به اصطلاح تلقی کردن. دسته دیگه میگفت نه، این نور خورشیدی که داره میاد داره فعالیت میکنه و به گیاه اون عمل سبزینگی رو میده و این گیاه کمک میکنه به حیوانات و از طریق حیوانات من تغذیه میکنم. پس همه ریشه باید از یک اون گمشده من باید یه خورشیدی باشه خیلی خیلی بزرگتر از این خورشید. این دسته رو میگفتن خورشید پرستا. درنچه دسته بندی های مختلف ارائه شده. حالا گروه دیگری که فرضاً میومد خدا رو به طور دیگه‌ای میشناخت، اون گروه اول و گروه دوم رو طرد میکرد. میگم اون چیزی که شما دارید میگید دیگه من باور ندارم. درنچه اون دسته گروه میشدن کافر، یعنی پوشاننده یه حقی که اینها بهش رسیدن. درنچه دسته بندی های مختلفی توی تاریخ به وجود اومده. ولی در عصر حاضر که ما عصر دانش هست و اصل تفکر هست و اصل پذیرفتن هر چیزی از روی درک و اندیشه، دیگه این تعاریف نمیتونه معنا و مفهومی پیدا بکنه. اینه که بشر به دنبال اون گمشده خودش هست همیشه و تا زمانی که به این گمشده خودش نتونه بپردازه آرامش پیدا نمیکنه. و اما اشکال دیگه که داره، خدا رو همیشه به صورت مجرد از خودشون دیدن. اینه که وحدت نبینی جهانی ابتدا اومده قبل از اینکه وارد این مبحث بشه، اول روی مکانیزم خود و مکانیزم کل این هستی شروع کرده صحبت کردن و باورش بر این هستش که این من به عنوان انسان در یک لوکیشنی به نام هستی قرار گرفته و یه پارتی از کل این هستی است. اومده پرداخته به این که این عالم چیست؟ آیا عالم محدوده؟ اگر محدوده بعد از این عالم، بعد از این حدود چیه؟ اگر این رو محدود بدونیم، حالا این عالم محدود رو چی درستش کرده؟ کی خلقش کرده؟ باز به دنبال یک موجودی میگرده که برای اون موجود یک مختصاتی پیدا بکنه. اینا رو در خداشناسی مثلا فلسفی شرعی بهش میگن دنبال علت فاعلی. ولی جامعه شناسا یه حرف دیگری دارن. آقای حاتمی بحث سر این بودی که اولین بار این خدا رو یا نیروی مرموز در جهان یا آفریننده این هستی، اینا همه زائده تخیلات خود انسانه. ما نمیدونیم خدایی که فلان پیغمبر یهودی مطرح کرده بر پیغمبران یهود لزوماً همون آفریننده جهانه، بلکه یک چیزی به نام آفریننده جهان رو از یک دین اینا شنیدن و این رو دهن به دهن و گشته و هیچ معلوم نیست که این خدایی که ایشون معرفی میکنه یهوه یا ادنا یا الله همون آفریننده جهان باشه. بنابراین این همین حالت آنیمیزم جانپنداری، تمام تعاریفی که در ارتباط با اون نیرو یا اون گمشده که شما میگید در ذهن انسان بوده، مقداری به اصطلاح توانایی های خیالی رو انسان به اون آویزان کرده و اون رو مجموعی از قدرت های خیالی دونسته. تا اینجا اشکالی نداره، انسان میتونه به آفریننده با خیال خودش هر نوع خدایی بیافرینه. ولی فاجعه بشر اینجا شروع میشه که بعد از جانب این خدا بسته هایی و گفته هایی خرق میشه و تنبیهاتی به دنبالش میاد که تو اگر لباس اینجوری بپوشی، ریش تو اونجوری بزنی، نمیدونم فلان حرف رو در ارتباط با فلان اولیا اونجوری بکشی یا کاریکاتور این آدم مقدس رو اینجوری در روزنامه بنویسی یا بکشی، اون خدا دستور میده باید تو تنبیه بشی، زندان بری، دستت قطع بشه، سرت بریده بشه، سنگسار بشی. این نوع تنبیهاتی که بهتر از طرف اون خدایان به طور دروغ به بشر تحمیل شده
شاید انگیزه خدای ناباوری روشن فکران به ویژه روشن فکران اروپایی، این آقای شریعت، علی شریعتی هی مطرح میکنه که آقا چرا نمیدونم روشن فکران لامذهبن. اصلا روشن فکری با مذهب باوری منافات داره، به خاطری که روشن فکران اروپا بعد از یعنی در رنسانس یا اونهایی که باعث رنسانس در فرانسه شدن، در حقیقت بر علیه به اصطلاح حکومت دینی و تحقیر دانشمندان و تحقیر فیزیسیان ها و تحقیر منجمین یه عده بلند شدن که آقا به چه مناسبت شما اجازه اندیشیدن به انسان را نمیدید؟ به چه مناسبت شما پلان نمیدونم منجمی که معتقد زمین گرده یا زمین دارای حرکت یا زمین مسطح نیست رو شما این رو زیر گیوتین میذارید، میکشید، میسوزانید؟ یعنی بعدن این دروغ ها از طرف خداوند بافتن و اندیشمند رو و محقق رو و پژوهشگر رو و دانشمند رو در حقیقت سنگسار کردن، که در جامعه خودمون هم نمونش هست. یکی از نکته های تاریخ در جامعه خودمون ایران، شما ببینید بسیاری از اندیشه‌وران میترسیدن صحبتشونو بکنن، یا حتی در پرده های از رمز و راز مطرح میکردن، و یا اگر یه روزی افشا میشد اینا رو اعدام میکردن. کشتن نمیدونم قاجارقضات همدانی، کشتن نمیدونم حلاج، نمیدونم ترور کسروی، و بسیاری از اندیشمندان در جامعه مذهبی که اجازه پرواز و متفاوت اندیشیدن و نو اندیشیدن رو نمیدادید، این مسئله باعث شده که حتی روشنفکران، حتی جوانان ما نیست هم نیست که حتی روشنفکر باشن، نسبت به اصطلاح قدرت های پوشالی و دروغینی به نام خدا یا از طرف خدا دارن عصیان میکنن. و بنابراین من نظرم اینه در ارتباط با ادیان مقایسه ای که اینا کوشش کردن هر کدام تعریف از خدا بگن، حداقل در آخرین دین آقای باحالله تعریفی از خدا نمیده، میگه ما درک نمیکنیم خدا رو، خودشو راحت کرده. یعنی چون هر نوع تعریفی از خدا بگی، در به قول خود مولانا، خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست. هر نوع تعریف یک نوع در اقبال دروغ و تخیلات خود ساخته و خود بافته درباره یک دروغ دیگری که از ما نمیدونیم چه است. بحث سر اینه که هنوز برای یه عده خدا یک دروغ دلانگیزی است که انسان بابت این دروغ دلانگیز به قیمت از دست دادن آزادیش، به قیمت اینکه نتونه آزاد باشه در اندیشیدن حداقل، تاوان چنین سنگینی داره. حالا ما یه دسته معتقدن که با یعنی در ادیان مقایسه‌ای با اینکه مثلا دیانت بهائی نکته‌های روشن و جالبی داره به نسبت ادیان ما قبل، اما تعریف درستی از خدا نداده و میگه ذات غیب منی لا یدرک. خب ذات غیب منی همه اینا رو می‌دونید، من لا یدرک، ما درکش نمی‌کنیم. خب اگر ما درک نمی‌کنیم، یعنی خود پیغمبرش هم درک نمی‌کنه، بعد چگونه می‌تونه خودش رو نماینده خدایی بدونه یا خودش رو من یظهر الله بدونه، در حالی که ما خود اون الله رو هنوز درک نمی کنیم. بنابراین مسئله خدا هنوز در بوته به اصطلاح رویاست، در بوته خیاله و نه علم نه منطق پاسخ درستی برش نده. حالا شما میگید از دیدگاه عقل و خرد میتوانیم چنین کانسپت رو برای جامعه روشن کنیم، من با آغوش باز شنونده هستم که چگونه عقل میتواند یک موجودی که نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بیشریک است و معانی، یعنی نه جا داره، نه مکان داره، نمیشه دیدش. بنابراین میشه ما داریم تعریف صفر میکنیم، تعریف یک چیزی که اصلا وجود نداره. تعریفی که ادیان درباره خدا دادن، یه تعریف درباره پوچ دادن، منتها گفتن که شما اگر
خیلی آدم های با ایمانی باشید، در عالم خیال و در عالم رؤیا در حقیقت به لقاء چنین موجودی یا چنین هستی نائل خواهید شد. این ها جز خیالاتی است که با منطق امروز، با خرد امروز، با دفاع از اصالت خرد و عقل و آزمایش و دانش کمی منافات داره. حالا اگر آقای دیپاک چوپرا یا شما یا هر مکتب دیگری بتونه کانسپتی به عنوان مذاهب که نترسن بگم، حداقل من اونچه که درباره مذاهب مطالعه کردم، نه در قرآنش، نه در تورات، نه انجیل، دقیق تعریف درستی از خدا ندادن. نشون میده حتی اونا هم پیغمبران خدا را نمیشناختن یا اونجوری که باید نشناختن، یا اصلا خدایی وجود نداره. اما حالا وجود داشته باشه و نداشته باشه، مشکل اینجاست که مشکل ما باید بریم برسیم به اصالت انسان، بریم روی انسان کار کنیم، روی آزادی انسان کار کنیم، روی آموزش انسان کار کنیم، روی تربیت انسان کار کنیم. امروز معضلات انسانی، این همه گرسنگی و فقر، به نظر من رسیدگی به این مشکلات انسان در سطح جهان مهمتر از اینه که ما حالا ببینیم که آیا همچین موجود خیالی وجود داره یا نداره، یا اگر هست به چه وسیله‌ای میتونیم بشناسیم. شناخت چنین موجود خیالی چه مشکلی از مشکل بشر را از دیدگاه منطق شما حل می‌کنه؟ عرضم به حضور شما که تا اونجایی که من تلاش کردم به سرعت مطالب شما رو یادداشت کنم و جواب بدم، توده یه صفحه شد. خب اینه که اگه من بخوام به همه این مطالبی که شما به اهمش اهمیت نظر خودم رو بیان بکنم، من فکر نمی‌کنم تو این برنامه بگنجه. و فقط من خیلی خیلی مختصر این رو عنوان بکنم که مطالبی رو که شما می‌فرمایی شاید از دیدگاه خودتون و عقل خودتون به این مطلب رسیدی، اما من اینطور نمی‌اندیشم که شما می‌اندیشید. و هر کسی به نظر من بر اساس اون ذهن دانشجویی، یعنی دانش بجوید و به دنبال مطالب باشه، بایستی که با یک محوریت بدون قضاوت ابتدا مطلب رو بشنوه، بعد روی اون فکر کنه و بعد اگه سوالی براش پیش اومد پرسش بکنه، و بین پرسشگر و پاسخ دهنده هم لحن خیلی مهمه که آیا این لحن لحن تند و یه مقداری زمخت و یه مقداری شاید واجه های خوبی رو به کار نبردن، درش ما لحن های خود تون بود نمیدونم، ولی پاسخ دهنده هم باید لحنش خیلی خیلی با آرامش و با محبت باشه. اینه که من فکر میکنم اگر ما لحن گفتگوها رو یه مقداری ملایم بکنیم شاید نتایج بهتری به دست بیاریم. و اما شما فرمودید ادیان، من تخصصی نسبت به ادیان ندارم، درنچه به هیچ عنوان به خودم این اجازه رو نمیدم که رد بکنم فرمایشات اینها رو، نظرات اینها رو. عزیزانی که توی این قضیه تخصص بیشتری دارن، من پیشنهادم این هستش که از اون عزیزان دعوت بکنید و راجب آنچه که شما میفرمایید و رد میکنید یا واژه هایی که به کار بردید، من مثل شما اینجوری فکر نمی کنم به نتیجه برسه. شاید الان زمانی است که ما با توجه که در عصر دانش و عصر ارتباطات انسان به این مرتبه از آگاهی رسیده که مطالب رو در نهایت آرامش پرسشگری بکنه و متخصصین و روشنفکران اون عقیده نسبت به اون مطالب پاسخ بدن تا مسائل حل بشه. و اما وحدت نوین جهانی در ابتدای کتب خودش یک مطلبی رو بیان میکنه و اشاره میکنه که ما از همه روشنفکران، روشنفکر تفاوت داره با کسی که مطلبی رو بخواد همینجوری بیان بکنه، از روشنفکرانی که به باور خدا رسیدن که در این قضیه اشتراک کامل دارن، دعوت میکنه در قالب سمینارها
دور هم بنشینن و یک به یک بر اساس کتاب‌هایی که دارن، مطالبی که مندرج در اونجا هست و جمع‌آوری شده، مورد به مورد مطالب رو مطرح بکنن. اگر چنانچه در قالب این گفتنها همه آن روشنفکران به غیر از مطلبی که قبلا روی خدا اشتراک داشتن اشتراکات دیگری هم به وجود اومد، اینها رو اضافه کنن به اشتراک قبلی، درنچه این اشتراکات همینطور بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. وحدت نوین جهانی باورش بر اینه که الان در شرایط فعلی زمان نیست که ما به اختلافات بپرزیم. یک عقیده میگه اونها دروغگو هستن، اونها بی ربط صحبت میکنن، متقابلن هم اون عقیده میگه شما هم بی ربط فکر میکنید و شما هم اشتباه فکر میکنید و اینها نتایجی به دست نمیده. وحدت نوین جهانی تاکیدش بر اینه که ابتدا بایستی که اشتراکات رو استخراج کرد و بعد در خصوص اختلافات دانش خیلی خیلی رهگشا است. شما به آزادی انسان اعتقاد دارید؟ قطعا. شما اینکه انسان باید آزاد باشه برای خلاقیت و هیچ نیروی جلوی این خلاقیت انسان و تفکر انسان و اندیشه انسان رو نگیره ولو اینکه نام خدا باشه، آیا معتقدی؟ ببینید، اگر به نام خدا شما ببینید یه عده‌ای به نام خدا اندیشیدن رو از مردم میگیرن، آزادی رو از مردم میگیرن، شما به عنوان یک خدای باور برای حل و معضل چنین شرایطی در جامعه چه پیشنهادی دارید؟ ما این پیشنهاد رو کردیم و الان هم چندین بار نسبت به برگزاری چنین سمینارهای اقدام کردیم. در چند سال گذشته در دانشگاه UCLA، دانشگاه لس آنجلس، یک پنلی رو تدارک دیدیم. الان در یوتیوب هم هست، دوستان میتونن برن نگاه کنن. ادیان مختلف مثل اسلام، مسیحی، یهودی، روشنفکرانشون که فعلا ما دسترسی بهشون داشتیم، قطعا افراد روشنفکر بهتری هم حتما در سطح جهان هستن، ولی در حال حاضر در همین منطقه که وجود داشته یه همچین تدارکی رو دیدیم و حتی از اشخاصی که باور به ادیان هم ندارن و فقط تأکیدشون روی مطالب علمی است، از اونا هم دعوت کردیم و موضوعی رو انتخاب کردیم. این برنامه رو ما همینطور ادامه دادیم. کجا رسیدید؟ اجازه بدید. و الان هم همین موضوعی که شما می‌فرمایید مورد پرسش ما قرار گرفته که ادیان مختلف و حتی کسانی که باور به دینی ندارن یک پرسش کردیم که آیا این جهان، این عالم خالقی داره؟ یک، اگر داره تعریفش بکنید. سه، چه لزومی داره که ما این رو بشناسیم؟ و الان در تدارک برنامه‌اش هستیم که در دو منطقه اورنج کانتی و در منطقه لس آنجلس این برنامه رو برگزار بکنیم. منتها این عزیزان باید در نهایت آزادی مطالبشون رو بیان بکنن با یک شرط: کسی که اشراف به یک دین داره دیگه به خودش اجازه نده بره در چارچوب یه دین دیگه هم اظهار نظر بکنه. اجازه بدن اون فرد متخصص راجع به اون دین یا اون عقیده حضور داره مطلبش رو بیان کنه بدون اینکه توهین بکنن، آزادی رو داشته باشن. به هیچ عنوان من اصلا معتقدم حتی در تعریف خداوند هم این رو به یکی از اشکالاتی که مذهبی ها دارن متاسفانه، یه خدا نابر رو یه کافر میدونن و معنونی کافر یعنی کسی که اگر تو بهش توهین بکنی ثواب داره، یا مثلا خداوند از اینکه تو به یک خدا نابر تحقیرش کنی و پرخاش کنی توهین بهش کنی حتما اجر میبره. این اندیشه غلط برمیادن به پنل شما. آیا شما اگر یک خدای نابر، یک دانشمندی که اصلا به خدا اعتقادی نداره، اول شما از این آدم دعوت میکنید بیاد حتما که دلیل خدا ناباوریشو بگه؟ ببینید، خب اجازه بدید، شما دعوت میکنید، احترام میذارید به آدمی که خدا به خدا اعتقاد نداره. شما فرمایشتون رو بفرمایید بعد که نوبت من رسید. من آرام میشینم، همینجوری که تا الانم آرام نشستم، سکوت کردم، فرمایش شما به پایان برسید. هر زمانی که فرمایش شما به پایان رسید بعد اگه اجازه دید من توضیح بدم. همین ببین، من فقط سوال دومم اینه، من یه میدون به شما میدم. اگر کسی فرض کنید که معتقد به موجودی به نام خداوند نباشه،
شما به این رو متهم نمی کنید که شما خیلی دارید بد حرف می زنید، خیلی دارید تند حرف می زنید، یعنی همین حرف که الان یه مقدار در کلام شما بود، شما ناخودآگاهانه می گید احترام می زنید، ولی احساس شما و اون احساسات خدا باورانه شما نمی تونه بپذیره یک انسان دیگری که در کنار شما مغایر و متفاوت می اندیشه. این مشکلی مذهبیون هستن در مقابل غیر مذهبیون. حالا شما راه حلی برای این تبادل نظر و یا این صحبت به سخنان هم دیگه گوش دادن و به هم توهین نکردن دارید، من با کمال میل بقیه تا آخر برنامه به شما گوش بارم. سپاسگزارم. عرض کردم که ما چنین کاری کردیم در دانشگاه UCLA. عزیزی که باور به هیچ دینی نداره و باور به هیچ تعریفهایی رو که دیگران دارن ندارن دعوت کردیم و همین رو هم داریم ادامه میدیم. منتها عرض کردم خدمتون، سوال اینه، اول بایستی که خدا رو تعریف کرد. اولی که خدا رو نمیشناسه که تعریفی داره. اجازه بفرمایید. بفرمایید. شما قرار شد که بفرمایید. آرام باشید. مثل که شما حوصله‌تون شما میگه خدا رو باید تعریف کنید. بنابراین اینا رو که خدا رو باور نداره، تعریفی برای خدا نداره. بفرمایید. عرضم به حضور شما که نکته اساسی بر این هستش که بایستی که اول اون عزیزانی که بر اساس دیدگاه‌های مختلف خدا رو باور دارن، او رو تعریف بکنن. در مورد یه چیزی دارن به هم ایراد میگیرن که از قبل اون رو معین نکردن. بایستی که به یه نقطه مشترکی برسن، ببینن اون تعریفی که ایشون داره میکنه با تعریفی که دیگری داره میکنه آیا یکیست یا دو چیز متفاوته. اگر یکی بود که همه این افراد میگن خدا هیچ تفاوتی ما درش نمیبینیم، بایستی که بیان نشون بدن که این تفاوتی که اگه احیانا میگن ما نداریم، آیا تعریفاشون هم یکیه یا اینکه نه اسمها متفاوته. گرفتاری بشر این هستش که دعوا سر اسمه، ماهیت قضیه رو توضیح نمیدن. اگه ماهیت قضیه توضیح داده بشه، حالا هر اسمی که شما میخواید روش بذارید دیگه تفاوتی نمیکنه. مثل این میمونه که شما به آب میگید water، اون یکی میگه ما، این یکی میگه آب. منتها ماهیت اون موضوع باش شکافته بشه و در نتیجه ما چنین برنامه رو داریم و الان خدمت شما دارم عرض میکنم تا به الان با دو نفر از افرادی که مطلقا بر اساس باوری که ادیان دارن. این ما عزیزان... یک دقیقه دیگه بیشتر که فرصت نداریم، ما در این یک دقیقه من جمع‌بندی رو به عهده شما میسپارم. به صورت با توجه به محدودیتی که شما میفرمایید، اگر علاقه من بودید که به اصطلاح تعریفی که ما از خدا داریم و ماهیتی که ما از خدا ارائه میدیم در یک برنامه که معین بفرمایید ما اون رو توضیح میدیم، ولی در حال چون برنامه مال شماست من در نهایت احترامی که برای شما قائل هستم هر جایی که شما صلاح میکنم. من از حضورتون در این برنامه تشکر میکنم و به حوصله‌تون برنامه و شاید بی ناخدا باوران هم یک نوع تعصبی دارم در خدا ناباوری، شاید این ایراد به بنده باشه، ولی منظورم در هستی خدا مشکلی نداریم، ولی در فرامینی که از طرف این خدا یه عده برای مردم آوردن، مردم رو دچار سرگردانی کرد. شما در آخر فرمایشتون فرمودید در هستی خدا مشکلی ندارید. یعنی اگر خدای ممکنه باشه، چون من در مورد لاعدلی قرار دارم، ممکنه باشه، ممکنم نباشه، ولی اگر باشه این خدایی نیست که پیروان ادیان و پیامبران ادیان برای مردم آوردن. برصورت من چون تخصص دین ندارم نمیتونم پاسخی به شما بدم، ولی در خصوص برداشت و ارائه‌ای که وحدت نبی جهانی از این به اصطلاح موضوع ارائه داده، آمادگی داریم در خدمتتون توضیح بدیم. خیلی خوشحال شدم از حضورتون در برنامه. ان شاءالله از متخصصان دیگر هم دعوت خواهیم کرد و باید برای مردم مسئله رو روشن کنیم، بدون اینکه تعریف خدا و یا ماهیت خدا لزوما از کوچه های تنگ و تاریک حقارت انسان عبور کنه و بعد به انسان بگن تو نمیفهمی، تو شعور نداری. من به این نوع مکانیزم خیلی موافق نیستم و شدیداً حساسیت دارم. معتقدم انسان شعور داره، انسان دارای درک، انسان دارای قدرت خلاقیت و هیچ خدایی و یا هیچ کانسپتی به نام خدا مانع از آزادی و اندیشیدن نمیتونه باشه.
در صورت ما برنامه‌ای داریم روزهای جمعه از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 8 شب به این گونه پرسش‌ها از دیدگاه وحدت نوین جهانی پاسخ بدیم. عزیزانی که علاقه من باشن میتونن هم از طریق فیسبوک وحدت نوین جهانی نیو یونیورسال یونین و هم از طریق تلفن و هم از طریق سیستم اینترنت گوتو میتین که شما هم تشریف آوردید چندین بار لطف کردید سوالاتی فرمودید. و مطلب بعدی این هستش که آقای دکتر آزادراد، جهان اصلاح نخواهد شد مگر اینکه خودمون اول اصلاح بشیم، یعنی اصلاح فردی. من زمانی میتونم به شما ایراد بگیرم، به خودم این جرأت رو بدم از شما به اصطلاح اشکالی ببینم که قبلا روی خودم خوب کار کرده باشم، خودم هیچ اشکالی نداشته باشم، واقعا هیچ ایرادی نداشته باشم، بعد میتونم اینو ایراد. ولی اگر من خودم بسیار اشکالات دارم، درست نیست به خودم این حقو بدم دیگری رو مورد انتقاد بدون شک ما باید به انتقادات خودمون هم برسیم. یکی از کارهایی که باید بکنیم روی خودمون کار کنیم و من این کار حتما خواهم کرد. به هر حال خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. خب بینندگان عزیز، با تون وداع خواهیم کرد تا برنامه آینده.